تئاتر مرا شفا بخشید، تئاتر مرا از احتیاج برهاند، خوراند و پوشاند. تئاتر به من هنر آموخت، حیات آموخت. تئاتر مرا به کمال رساند، تئاتر مرا عطا کرد و من خودم را در تئاتر پیدا کردم. حیات ثابت ساخت و من دریافتم که خداوند مرا تنها برای صحنه عطا کرده است. هرچند به صحنه بیکرون تئاتر مهری بها داشت، اما اون چی خود رو به تئاتر نیاز و روزگاری گران آورد و تقاضای تقدیر و طلب زمان تبدیل او رو همچون هنرمند شهری تاجیکستان چه که اتحاد شوروی بلکه بیرون از این خط در اندک مدت تعیین نمود. و کو ببینیم تا به این حد و منزلت رسیدن چی مرحله و مانعه ها رو پس سر کرد. عطا محمد جان، عطو محمد جانو زاده شهر استالینگراد است. او 2 سپتامبر سال 1940 هینه که کلی سیاره در علوی جنگ دوم جهانی یکسره میسوخت تولد شده است. مادرش خانشین، پدرش میرزا سماودین، مردی فوزیل و دانشمند. نام میرزا گرفتن او به سبب نیست، خطات خوبه بوده است. حتی اثرهای عینی رو که با حروف عربی نوشته شده بودند، بعضی خطاهای استاد رو برطرف نبوده چاپ میکرد. مشت شدید و بی‌رحمانه دنیای بی‌وفا رو عطو در سن 8 سالگی اش خورد. پدرش جون به حق تسلیم کرد. عطا اذیت مادر را هیچ تحمل کرده نمیتوانست. زین رو با همراهی برادرش اصاب پایی پیدا کردن قتل اویمود و تامین روزگار اویله با مردیکاری مشغول شد. برادر به صدمه گرفتار می شود. برادر عطا که او خواننده مکتب مجبور می شود که برای سرابانه هم برای نگاهبین برادر در بیمارخانه هم مادر مشتپر یک قتل آیموت پیدا کند. اکنون باری گرون زندگی بار شد پورا به گردن عطا و مز همین فاجعه او را به درگاه خونه مقدسی کلی هنروران آورد با نام تئاتر. تئاتر لاهوتی که اینا یک سفری هنری کردن به خوجان، ما وقت من ستودین بودم، ما در یک شمنشینی همراه نشستیم، استاد محمود جان وایفان بودن. ما تا صبح یک صحبتی عجیب کردیم و این کس از همونجا مخلصشان پیدا شد. بعد اومدیم دوشنبه، در دوشنبه بو میخوردیم. بعضی وقتا بعد یه وقت وقتی که من در 112 خانه گرفتم، یه وقت ما در کوچه بو خوردیم در همونجا. بعد گفتن که مراقب خانه من همینجا. گفتم ما همسایه بودیم و نمیدونستیم. بعضن میشتیم، صحبت میکریم، چخچر میکریم. آدمی خوش صحبت بودن. در هنر تئاتر میگن که 1% استعداد، 99% زحمت، محنت. اون چیزهایی که گفتید، ها، این چیزها بود، این صدا، سیما، اما اگر محنت نمیشد، همین گونه صدا و همین گونه سیماها کم نیستند. اما مثل عطاکه موفق نشدم. عطاکه فریفته این چیزی خداداد نشدن. ما بعضن فریفته میشه، من کم ندیدم مثلا پر استعدادهایی که مغرور شدن، فریفته همین چیزی استعداد خداداد شدن و بعد از محنت کمی دورتر شدن، از زحمت دور شدن و حیف که اونا رفتن، حتی تا درجه که از صحنه رفتن، از تئاتر رفتن. عطاکه این جهتش خوب بود که نسبت به دیگرها با همه این استعداد، این چی میگن، مهارت خدادادی که در وجود ایشان بود، نسبت به دیگرها خیلی زیاد زحمت میکشتن و در کار بسیار جدی بودن. من باری اول وقت در همین نمایش باری اول دیدم که عطاکه قدشون اونقدر بلندی نبود، از خیلی پست بود. وقتی در بری دیگر هنرپیشه ها می ایستادن و من دیدم تا همین روزه برای من عطاکه کوه بود در صحنه، مثل کوه من می دیدم و هیچ باور نمی کردم. و عجیبش در این که بعدی همین چیزم وقتی که با در علاهیدگی می بینی
خیال میکنی که مثل عطاکه در صحنه این خیلی مردی بزرگ نیست، در قد و در برو مثلا در پرهیبتی اگر گوییم این گونه هنر پیشه نیست. استادانمان، استادی هم عطاکه، هم رجب حسینف، هم اکای عبدودود، لطیف لطیف بودن. استادی من نیست، وقتی که از در مکتب هفت کروژوکی درموی داشتن استاد، در همون هیئت عطاکه، رجب، اکی عبدودود امینو بند بودن، کار میکردن. خب بعد وقتی که استاد لطیف لطیف جای اقامتشون عوض کردن، گردش ایرپورت اومدن اینجا، بعد مکتب 15، در مکتب 15 همین، چون مکتب 15 نزدیک بود به خانهشون، مسافر شده بودن، از تئاتر رفته بودن استاد. بعد در همین مکتب با ما کروژوکی دراموی رو درست کردن. در این حیات سعدالله رحیموف هم در همین کروژوک بودن، تورمانوف در همین، نمیدونم یاد ندارم، شاید دولت خدا نظرف هم شاید بودن، همشون همین مکتب خوندن. انا حتی در همین درام کروژوک مکتبی ما، مکتبی 15، برابری استاد لطیپوف با آذربایجان رفتن با کدام یک آزمونی همین مکتبیان. استادمون، استادی اساسگزاران تئاتر تاجیک بودن، یکی از اساسگزاران تئاتر تاجیک لطیف لطیف بودن. بانگ و نام براورده نصیبش بوده است که او در تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی رو کوفته راست به نزد سردار هیئت اجادی آن محمد جان قاسموف در آمد و از رو گفت. قاسموف او را فهمید. دیرکتر شورای بدیع تئاتر در هیئت رحمت لویف، تویبویوا، بورهانوف، فوزیلوا، خلیلوف و برخی دیگران گرد آورده جوان را های سنجیدند. در تاریخ تمدن هر خلق و خصوصا تاریخ تئاتری هر خلق هستند شخصانی که گویو بار این تمدن را در کتفان خود حس می کنند. اگر گیریم از آغاز کار تئاتری تاجیک، محمد جان قاسموف، صوفیا تویبویوا و همه آنهایی که اولین شده تئاتری تاجیک را تشکیل کردند و آنها شاگردان خود را داشتند که در بین آنها از بسیاری آنها یکی می برآمد، مانند گوهری که از زیر آب پیدا می شود و یکی از همین گونه گوهرها عطاکه بودند. او سربلندانه از امتحان نخستین حیات خود گذشت و از 1 دکبر سال 1958 عضو همین تئاتر با نفوذ گشت و تا واپسین نفس خود به آن صادق ماند. ولی تو این دم سوالی در این مورد مطرح باید شود که چرا اتو ماز به تئاتر رفت و نه به ساحه دیگر. در همین حالت ها از آدم وقتی که یک چیز میپرسند درباره هنرمندا، یعنی یک جوابای تیار هست، میگو که خیلی آدم خوب است، خیلی هنرمند خوب است، یعنی همون یعنی چند کلمه ای که معرفیگری یک هنرمند است یعنی گفته می شود و هر کسی را که همین خیل است. خب آدمگری است، انسانیگری است، اما درباره عطا محمد جانوف این حرفا نمی گذرد. چرا خداوند برای این آدم چیزهای داده بود که یعنی درو شناخته شده، احساس کرده می شدنی و یعنی دور همزمان نزدیک،
مثلا در گلوش صدایی بود که کاملا ناتکرار است، در بدنش یعنی یک پلاستیکی بود، یک مثلا که خیلی مثلا همتا نداره، و در هنر در فراستش چیزایی بود که مثلا شاید دیگه سالهای زیادی در کار میشه که مادری تاجیک با یک همین گونه همتایی را تولد کنه. اولا او به این کسب دل داده بود، تا حدی که در محفل بدیعی و دراماوی مکتب رقم 10 که در اون تحصیل میکرد اعضا شد و مز در همین جا نقشای اولین خود را اجرا کرد و مز زمینه نخستین اکتور شدنش همین جاست. و باز فرزندانی به اصطلاح هنرمندانی گرانوزن تئاتر هم در همین مکتب تحصیل میکردند. محیط هیچ وقت به تاثیر نیست و نبوده است. نخستین بار نقش قاریشکنبر رو از روی اثر صدرالدین عینی که محمد جان قاسمی و سید مرادوف به صحنه گذاشته بودند اجرا کرد. چون هم سبقان فهمیدند که عطای لاغر پیکر این نقش رو میآفرد، از خنده سوز شدند. هر باری که او رو میدیدند انا قاریشکنبر آمد گفته او رو مسخره میکردند. برای اون که نقش حقیقی براید، اتو در اشکم خود بالیش بست و از بالای کرته چون که ایون نباشد جامه میپوشید و سخت اون رو میبست، اما در صحنه بالیش پایین خمید و شکم هم غلطید گویان پسی پرده خجالت زده شد. با کمک دختران این کمبودی رفت گردید و نقش رو بهتر از همه آفرید. بجز از محفل تئاتری شغلای دیگر هم داشت، بوکس و فوتبال رو میپسندید، حتی در حیات دسته منتخب نورسان جمهوری با ایسی صفدر بازی میکرد. اگر کسب هنر پیشه رو نمیپذیرفت شاید فوتبال بازی خوب و یا بکسیاری سطح عالی میشد، اما تقدیر او را به سونی صحیح صحنه روانه ساخت. باره در حیات دسته نورسان منتخب تاجیکستان بر مقابل تیم ترکمنستان گل حل کننده را زد که بازی بر نفع نورسان تاجیک انجام شد. بعد از بازی گروه اوبوشان رو در میان گرفته خیلی لطوکوب کرده درون جوار میپرتویند. تگی آبی جو او 12 ساعت بیاد میخوابد و بعد تاثیر آن گرفتاری بیماری سیل میشود و 6 ماه در بیمارستان تبابت میگیرد. طبیبان براش تحصیل رو منع کردند و توصیه دادند که با شغل دلپسندش بگرود و او سال 1956 از روی محفل خانه پیانیران گردید. چون در محفل مکتبی علاقه درباره نقش آفری تصورات پیدا کرده بود، کار براش آسان بود. چی کار؟ البته نقش آفری. نخستین هنر و ملکه نقش آفری رو او از رهبری محفل دراماوی لفیز لطیفوف که یکی از فعالان دسته های خود فعالیتی بخورا و همچنین از سال 1935 هنرپیشه تئاتری به نام عبدالقاسم لاهوتی بود یاد گرفت. حتی محمد جانوف زمانی به صحنه بزرگ تئاتر واری شد که علاقه برخی خط کنندگان استودیوهای تاجیکی دانشکده تئاتری لوناچارسکی شهر مسکو، استودیوی تاجیکی آموزشگاه تئاتری به نام شپکنی نزد تئاتری خردی همین شهر و دست پروران دانشکده تئاتری و بدیعی به نام استروسکی شهر تاشکند بودند. هنری صافیه تویبایوه و از مردها عطا محمد جانوف ویژگی های خاص خود داشت. من فقط یک نمایش صافیه تویبایوه زمانی که دانشجو بودم فقط در یک نمایش دیدم در بای و خدمتگار، یعنی بای اجرا میکردن، کمپیر اجرا میکردن و من تا حاضر اینقدر در ذهنم جا گرفته است که هیچ چیزی دیگر برای عوض کرده نمیتونه تا حالا. و خوشبختانه از عطا محمد جانوف این گونه کارها رو زیاد دیدم و خوشبختانه باز در یک نمایش هم یک جای کار کردیم، درام ملت نقش بابا جان غفوری اجرا میکردن و بیشتر آشنایم و میگم که هنری استعداد عطا اکا به همتا بود. این گونه هنر پیشا مثل صافیه تویبایی، مثل عطا محمد جانوف در جهان نادیرند، نه اینکه در تاجیکستان. بر زمین یک مکتب دیگری ویژه هم بود در سیموی کارگردان های زبردست از قبیل میتلمن، رحمت اللهیف، قیاموف، لانگه، الکساندرین که در همین تئاتر فعالیت میکردند. یکی اون قدره که من اون کس مخلص بودم، ممکن من زیادتر مخلص بودم به صنعت اکتیوری اون کس. در همین محیط به وای رسیدم، در همین محیط
هنرپیشه شدن و شاید خوب میشد که در دانشکده مخصوص یک برنامه ریزی میکردن و مخصوص همین مثل اتاکا و این هنرپیشه های و از تجربه کاریشان می آموختن و مردم آشنا میکردن. این چیزی عملی است. باید مثلا ما دیگر کی داریم؟ روسا استانیسلافسکی می آموزند تا امروزه. چخوف و دیگر های تا امروز می آموزند. ما باید انا همین ها مثل صافیه طیبایه، مثل عطاحکه و دیگران که باید در دانشکده مخصوص درس هایی که برای ایشان باشند و بچه ها همین طور می شد جوانان آشنا کرد با هنری آنها و بچه ها همین طور می توانند تجربه آموزی کنند از هنری ایشان. بنابر دلایل معتمد در چنین محیط به جز از هنرمندی توانو شدن دیگر چاره نبوده است و در یک مدت کوتاه عطا محمدجانوف این تئوری را با اثبات تصدیق کرد. همه این در حالی است که عطا معلومات پوره مکتب میمونه نداشت. هنر پیشه به دیپلم همه خیلی کمچ خیلی اکثر واقعا نوشتگی بود. اونجا همش نوشتگی بود. وقتی قدر نوتاون بینو بسیار بودم. وقتی که پای در تئاتر همه خیلی هست. این به فکرم طبیعتاً هست که بین یک دیگر هم خیلی نوتاون بینی میکنن. این کس در حقیقت به دیپلم بودن و لیکن من دیپلم گرفتگی، دیپلم اینستیتوت صنعت گرفتگی هستم. همین شعبه اکتوری تمام کردگی هستم. خیلی همان نودیکوی خونده مویم در لیکن اون چیزایی که از این کس ما گرفتم که خیال میکنم که از اینستیتوت من گرفتگی نبودم. این کس دیپلم نداشتم. اون چیزایی که این کس از این کس من میشنویدم. این کس گاب میزدم در باره مثال صحنه میو در باره هر یک. من میپوسم این خدا جان همچنین با فکرم که از اینستیتوت گرفتگی نیستم. گرشنده که اگر مکتب نخوندن یعنی مکتب عالی اون از روی کسبشون اما در تئاتر لاهوتی مکتب خوبی رو گذاشتن چون که اون وقت اکتورای بزرگ بودن مثل خوسیم آقا محمد جون خوسیم آقا رحمت اللهیف خلیلوف خیلی همه اون غازی نیود همه اونها رو نامبر نمیکنم اون وقت یک مکتب خوبی بود در تئاتر لاهوتی حتی محمد جانوف اویسته اویسته از زینه به زینه باید به درجه بالا رسیدن. سال 1959 دانشکده تئاتری توشکان به نام استروسکی برای داوطلبان استودیای توجیکی آزمون اعلان کرد که اون در بینوی پیشتره وزارت فرهنگ دایر شد. حتی از همه سنجش ها سر بلندانه گذشت. نامه کمال نداشتن او را پروفسوری سالخورده روز حل کرد و توصیه داد که در شهر توشکان مکتب شبانه میانه را ختم کند. عطای جمون با 100,000 امید و ارزو همراه سایرم ایسایی و سید مراد مردانو رجب حسین و دیگران عظیم شهر توشکان شد. متاسفانه رکتری همون وقتای دانشکده مردی بیوروکرات و کاغذباز تنگ نظر و قلابی حتی با گپی دوستانش از آن جمله آرتیست خلقی اتحاد شوروی اولیم خوجایف گوش نکرد. و همین طریق اتو محمد جونوف از یک وگون به دیگر وگون سرسان و سرگردان به وطن برگشت رو افتاده و دلشکسته به وطن برگشت و با نخومی برگشتن او به وطن باعث تمسخر و مسخره بعضی ها گردید اما او بعدا ثابت کرد که نه همه وقت دیپلم نقش مهم رو میگذارد در زور شدن کسب خویش مهم جوهر است که پس خداوند اتو میشود و به اتو این چیز اتو شد. کمتر پیش دستی میکنیم. سال 1961 تئاتری به نام لاهوتی به توشکان به سفر هنری رفت. بعد نمایش بازی اولی عطا محمدجانوف را دیده رکتری دانشکده تئاتری به نام استروسکی به او ابراز داشت که سهو کرده است و عطا میتواند به صد آمده دانشجو این مکتب بشود. چون عطا مغرور بود و جوان مرد قطعا این پیشنهاد را رد میکند. قد و قامت بلند، جوسه ورزشی، آواز غلس و شیرین، تلفظ برو، چهره جولی، چشمان صاف و زنده خوش شفاده، امیل هایند که او را زینه به زینه
بلو بردن گرفتند. با دستگیری کارگردان ها و کارمندان مهارت و ملکه سقل یافتن گرفت. اکنون دیگر کارگردان ها در نمایش نامه هایشان او را جلب میکردگی شدند. حاجی قول رحمت اللهیف بیش از همه این استعداد جوان را دستگیری میکرد. سال 1960 رحمت اللهیف اثر دراماتورگی گرجی برزنیشویلی را به صحنه میماند و یکی از نقش های کلون و مرکزی تریل را به عطا محمد جانوف باور میکند که از جانب کارگردان جرأت و ریسک هم بود. عطا این نقش را عالی اجرا میکند و کارشناسان و منقدان آن را با اورا استقبال میگیرند. بعدن یک چند نقش دیگر را میآفرد. اسکندر در مرده های محمد قلی زاده، واحد در بنفشه ابراهیموف، قادر قول در بوی و خدمتگار حمزه نیازی، مدامین بیگ در حریت غنی عبدالله و چندی نقش های دیگر که در کسبیت عطا محمد جانوف تحکرسی مستحکم گذاشتند. و اکنون او یکی از سرطلبترین اکتوری تئاتر و سینما شد. هر یک کارگردان او را در فیلم و نمایش نامه خودش دیدنی می شود. در اثرهای کلاسیکان خوارج و ادیبان روس هم نقش را از روی ویژگی و منتالیتت همان ملت می بازید. تو گوی نماینده همان قوم بوده است. عطا محمد جانوف اگرچه آتشین طبیعت هم باشد، ظریف و حلیم و آدم پرست و مهمان نواز و ضیافت دوستدار بوده است. نزدیکترین دوستان او محمود جان واحدوف، ظفر نازیموف، رجب حسین، مرادبیگ نصرالدینوف بودند که گپ یکدیگر را از نیم دهان می فهمیدند. در یک سینف میخوندیم، از سینف یک تا سینف ده. بعد رفتیم امتحان سپردیم در دیگر مملکت، حاضر مملکت میدیم. همون کس وقتی امتحان سپردیم با انستیتوت، اتستاتی چی نداشتن، چی مکتبی. یعنی سینف ده تمام کردیم، لیکن کس اجرت همون سینف ده نداشتن. بعد در انستیتوت وعده کردن که برگردید، حجت های میارید، سال آینده در کورس دیوم داخل میشهید. اونکه از برگشتن با دوشنبه دیگر با تاشکن برنگشتن. آمدن یک بوره با تیاتر لاهوتی داخل شدن. از همونجا کار ایجادیشون سر شد. ما با هم شناسایی خیلی دیری نداریم. وقتی که اون کس اکتوری جوان بودن سالای 66-67 و من همچون که کارگری تئاتر به صحنه آمدم، یعنی به قفای صحنه در پهلوی کولیس، من یعنی اون دکراتی که در صحنه پیدا می شد میموندم و تمام نقش هایی که اتواکا اجرا میکردن خیلی با کمال میل تماشا میکردن. بعدتر وقتی که همچون اکتیور به تئاتر آمدم، در یک جایگی با اتواکا نقش های هم آفریدیم که یک خصلت عجایبی اتواکا همین بود که مثلا وقتی که فیلمی رستم و سهراب نمایش را علاقه بنوار گرفته بودن و بعد وقتی آوازدهی همین خیل شد که اتاکا به رستم آواز تاجیکی به زبان تاجیکی آواز رستم را در دوبلیاژ یعنی که اجرا میکردم. من باشم نقش اون کسا آواز میدادم. شاه افراسیاب اون کس اجرا میکردن نقش افراسیاب در همین فیلمی رستم و سهراب و من نقش اون کس اجرا میکردم و همین خیل در پهلوی اون کس استاده و اجرا کردن نقش، چونکه اون کس حتی در همون کینو هرچند زبان ندارد، اصلا همین خیل گیریم و با کدام زبانی که خواهد، اول زبانی که گرفته شده است باید تازه میکنند، بعد به هر زبانی که باشد ترجمه میکنند. لیکن در همین حالت هم من خیلی
به حساسیت می افتادم، چون که اون نازکی هایی که اتاکه داده می توانستن من به همون حس می کردم که خواهم نمی رسد. هرچند اون کس من دلبرداری می دادن که نور الله سراسیمه نشه و به تشویش کار کردن گیر. تصور کن که من همینجا نیستم همروی تو. از قضا و قدر چنین شده که دو بار ازدواج کرده است و از هر دو اویله صاحب 5 فرزند شده. حالا فرزندان با صد علم و حسرت و بونیکی یادش میکنند. بجز از دست دعا چاره ندارم. در زندگی هم شخص جدی و امو با همسرش ملایم و غمخور بوده است، چون سردار و مسئول اویله تلاش میکرده است که کلی قضیه و مسائل پیش آمده رو سری وقت رفع کند و این مسئولیت چی در فعالیت کسبیش و هم اویله داریش هرگز او را ترک نگفته. تأکید این نکته طلب می خواهد که در نمایش نامه های اثرهای معاصر تاجیک حتما که برای اجرای نقش برای عطا محمدجانوف جای پیدا می شد، اکنون او اثرها را انتخاب می کرد. نقش شاکرزاده در نمایش نامه خط رو من نوشته بودم به فیضالله انصاری، خول در انتظاری حکیمو، صبوروف در چورسوی تبرف، موسفید در افسانه های موسفید نورالله عبداللهیف و دیگران با او شهرت هنگفته آوردن. این چیزی که من میگم واقعی است. وقتی من حاضر گفتم مشرف شد به من که در نمایش درام ملت با اتاکا همراه کار کنیم و من میدیدم که وقتی مشق اصلا ما هنرپیشه ها یک عادت داریم میشینیم و بیشتر لطیفه گویی و صحبت و به قبل چقچق میکنیم میخندیم، بیشتر به این کارها مشغول بودیم و تا کارگردان نمیگفت سری کار نمی آمدیم و راستی که یگانه نفری که دفتر در دست و پسی پرده ها و دیگر جاها کودکوار مشق میکنه تمرین میکردن این اتاکا بودن. اگر صحبت میکردم از صحبتشون سیر نمیشدی. صنعتی سخن، سخنرانی به نهایت صنعتی سخنرانی بلند داشتن. حتی از طریقی و رادیو بعضی وقت بعضی پرچه ها رو میخوندن، از یکون پویست مثال از یکون حکایه هم خیلی میخوندن. همینه شما نمیتونید که اوی از اوی دل کنیده، همین خیلی خوش رو گم میزدن، همین خیلی سخنرانشون یک تازه بود، تازه تاجیکی بود، عجایب. من هیچ گاه نرم دل نیم، ولی تازگی آزادگی رو دوست میدارم. اگرچه عطا محمدجانوف از روی تئاتر نام برآورد، لیک در مسیر صحنه صنعت سینمای تاجیک همیشه در رده اول می ایستاد. دیر بود شما در اینجا میتوبید؟ من قریب 27 سال می شود. پولان در کینو پهلوی دیگری استعدادی اکتور کشوده شدند. هنی توقع و تنفس در تئاتر حتما در فیلم بازی میکرد. چرا خاموشید؟ اوبا دهان گرفتید. بهترش دمشین. نقشه مرکزی دوم درجه اوموی براش مهم نبود، چرا که به هر ابراز نیرویش رو تا حد آخر استفاده میکرد، به هر نقش روحش رو میداد تا اون رو زنده و بیننده پیشکش کند، تا اینکه مردم به او اعتقاد کنند و اعتماد، و مردم واقعا به او چی در صحنه تئاتر و چی در صحنه سینما باور میکردند. اتاکا مثلا پیش از آغاز نوار برداری اگر به چهرهش نگاه میکردی، زمان پرداز میکردن و لباس میپوشیدن، و بعد اگر میدونی که مثلا حاضر یک صحنه خیلی خوبی را باید بازی کنه، قصه را از روی سیناریو میدونی و بعد سوال میتی که حال همین آدم چیکار میکنه در اونجا با حال زاری که داره، مثلا گرفتار است، خب خسته است. اما همین که در سینما یک چی هست، مثلا میگن مطار، یعنی آغاز کن، شروع کن. همین صدای آغاز کن شروع کنم میفهمید، این آدم تبدیل میشد به یک چیزی دیگه. در یک فیلم در ازبکستان باید استاد و شاگرد وامی خوردن
در یک بعدی تقریبا یک 20 سال جدایی باید وامی خوردن و عطاکا استاد بود اون جوان مردی که از ازبکستان بازی میکرد، خب شاگرد در یک میانی یک دریاچه، یک شادابی که میرفت تقریبا از مسافه میانی من و تو نمیخوادر آب در 2 سانتی متر آب میرفت و باید همون جوا میخوردن. خلاصه وقتی که مطار گفتن، وقتی که شروع شد، اینا از دور دویده آمدن درون آب وارد شدن و باید میستادن از روی قرار پیشکی و همینجا رسیدن. ما به حیث یک هموطنی ما، استادی ما، خیلی زیاد وقتی که پسر آدم یک جا هنرمندی میکنه یا که پدرت، انا میخیل من یعنی عذاب میکشیدم که حال این صحنه را چگونه انجام میرسن رو بله. اما عطاکا آمد رسید و حالا باید میگفتن که استاپ، یکان چی میگفتن، اما حالا استاپ نگفتن، که عطاکا سر کرد تقریبا با لحن تاجیکی گفت گیجدو گیجدو لکده گیجدو و پاهاشو در آب زدن گرفت و رقص کرد. و میدونی این چی بزیب بود؟ یعنی مثلا وقتی که هنرپیشه بداهتن تولد میکنه همین است. و چی تولدی بود این؟ چقدر زیبا بود؟ یعنی اونجا تقریبا به حساب ما یک 60-70 نفر شاهد بودن، اونایی که پشتی دوربین میستن و تماشاگرها، شافیران، نمیدونم آدم های خدمتچی، هیچ کسی نبود که مثلا جاغ پایانگیش پایان نیامده باشه. خود عطا محمد جانوف با کارگردان ها اطمینان قوی داشت و میدونست که اجرای هر آبر از مز با آنها بستگی داشته است. من با عطاکا هم همچون کارگردان کار کردم، هم همچون هنرپیشه‌ای که در پهلویشون همراهشون کار میکردیم. نمایش اولی کلانی که شادروان محمود جان واحد روی صحنه آورده بودند، علامه ادهم و دیگران نام داشت. آن نمایشی بود در باره علامه احمدی دانیش و عطاکا نقش احمدی دانیش را اجرا میکردند و من نایب قاضی کلان، یک آدمی که یعنی که نمیداند که رحم چیست، نیکی چیست و برای کافتکاو یک بار به خانه احمد دانش آمده تمام کتاب های و پریشان میکند، خانه چپ و راست میکند، خودش دروغ و درونی گویا که چی کتاب مقدس صورت حیوان مانده و گناهگار میکند با اون که احمد دانش به همین چیز همین خیلی نگاه میکند و وقتی که مشق میکردیم من خیلی البته تشویش میکشیدم چون که من اکتوری جوان به هر حال نو صحنه آمدگی بعدی کاری ختمی دانشکده بعد هم شادروان محمود جان و هم عطاکا من جنگ کردن که در صحنه این حرمت همدیگر نگاه داشتن نیست، چون آبر از همین خیل ساخته شده است. و وقتی که روزی اولی نمایشم، روزی پریمیر من بازی میکردم و من همون کافتکاو تا به درجه وحشانیت گویا که رساندم و ناگاه دوم چشمم دیدم که چشمای عطاکا پر از اشک، یعنی از این بیرحمی تنهایی احمدی دانش باز بیشتر خیلی روی آب برآمدگی برین و من گمان کردم که با گمانم که من همه ویران کردم یا رسوا کردم.
لیکن بعدی تمام شدن هر دویشون به نزدی من دویده آمدن و آغوش کشیده هم شادروان عطا و هم محمود جون هر دو استادم مرا با آغوش کشیدن گفتن انا همین خیل بودن در کار کارگردان های مقتدر و زبردست سینمای توجیک توهیر صابیروف، بوریس کیمیاگرف، انور تورایف، والری احادوف، دولت خودونظرف، بقو صدیقوف، بختیار خودونظرف، کارگردان های ازبک فیلم ایلیار اش محمدوف، ملیس ابزالوف قریب که در کلی فیلم هایشون او را برای نقش دعوت میکردن چرا که شهرت و شهامت فیلم را میفزود او. نقش های اجرا کرده او گوناگونند و رنگارنگ و نمایندگان طبقه هر خلای جمعیت هم بسان تاریخی، انقلابی، سرگذشتی، فولکلوری و غیره. چهره های آدمانی گوناگون، کلولگر، خدمتچی، مکار و تقلبکار، نکوکار و حلیم، روحانی، خدمتچی دولتی، مهندس و سرداری اویلا در اجرای عطا محمد جانوف اولی برآمده است. فیلم های را که در آن عطا محمد جانوف نقش آفریده است، اگر بشماریم، انگشتان دست و پای چندی نفر کافی نخواهد بود. فقط همین را گفتم بسنده است که هر یک نقش آفریده او توگوی مرکزی است. واقعا او در بیش از 30 فیلم نقش آفری کرده است. اگر رسالت کینوشناسان و یا مخلصان کینو را پیش آید که نقش های بهترین عطا محمد جانوف را نامبر کنند، براشون گران خواهد افتید. لیکن به هر حال هستند فیلم هایی که ابرزهای برجسته را در آنها مزعو آفریده است. فقط یک فیلم امام البخاری نادرترین فیلم های کینوی توجیک می باشد شمرده می شود. صدای غفص و فارم و دلکش و شیرین، قیافه پیر خیرد. سیاه باد روز آنی که شک آورده، آن روز که لب بسته است و به کفارت گناه دیگر امکان نمانده، سیاه باد روز آنی که شک آورده. حرکت ملایمی خاص و همون دوره این ابرازی پیشوای فقیهان و متفکران را به حد صمیمی برآورده است. فیلم هایی که با گرفتن نامشون برای مخلصان تاجیک محتواش روشن می شود، به شک ابراز های رو می زنند که اجرای نقش های جالب را این هنر پیشه بی نظیر انجام داده است. فیلم دولت خودونظرف سوپی نخستین جوانی مز ابرازی عزیز خان با سوجه آن تضادی بیشتر وارد نموده است که کلی مردم از یک سنگر و در ابرازی عزیز خان نمایندگان ساختی کلونه علیه یک دیگر مبارزه می برند. نیسا، در کجا بودی؟ تو این را چهل گم کردی؟ در کیم کجاها هیل هیل گشتا گم کرده گیسا؟ ساکه آرام شب. ولی در فیلم میرزایان جورا شکرچی از مینرخر برعکس شوهگادویف دشمن اشدی شخصانی شومی شامل گروه های بزمنچگری بوده است. اگر از موضوع اجتماعی بگیریم، ابرازی کلولگر برجسته‌ترین نقش می باشد که در آن عطا محمد جانوف ابرازی پدری رمیده و رنجیده را انعکاس کرده است. همچنین چندی نقش های دیگر را نام گرفتن می سازد که هم بخونیم و سنا بگوییم به این هنرپیشه نوتکراری اصل بیست هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان عطا میرزا سماوالدینویچ محمد جانوف. ذکر شد که نامگی فیلمگرافی نقش آفرینیش این چهره هنر به حد است، اما نقش های آفریده او در فیلم های ستاره در تیرشب، مرگ سودخور، هج بودگان، تشویش های اویلوی غیر و فرد، در اغبه نپرانی، پویزدی الواغی در روح دویو می آید. درویش لند، نمونه ولوی کینماتگرافی جهانیان و تا حال بیننده، هینی تماشاش چشم و دل از اون خنده نمی تواند. بله اسپیشنیم. Полгода прошло, как один день. Да, да. Келья, в которой вы останавливались, к вашим услугам. Благодарю вас. Мы, иранцы, рады услужить гостям далекой Бухары. Дар джавон марди тан медот. Я говорю, она мин бача бакуват бачаст. Она мин унараш назад, я оянда, она мин бача назмешат. Ин габа койл, дар ин масала ман, я гом бор надидам, ки як جوانی هنرمند یا هم کسبی هنرمندی که هنر خوب داشت مثلا هر خیل حالت ها می شود من بارها دیدم که چه خیل هاشم گدای فت تعریف کرده است اتاکا به خدا قسم گفت این بچه هنرمند است گفت تمامی همین وجودش هنر است گفت
قد و بحث همش گفت قایل بوده تاکا هرچند که بعضن شاید در تئاتر خیلی مثلا یک دماغ ها میسوخت از یک دیگر یک کمی شاید از یک دیگر میرنجیدن بعضی حالت ها میشود شاید همه میشود ولی اتاکا قایل هنری هاشم بود از فیلمانی واپسینه که اتو محمد جانوف در اون نقش آفریده است این فیلمی کارگردانی معروفی تاجیک بختیار خدای نظرف می باشد با عنوانی پدری مهتابی فیلمی مذکور دارنده شاه جایزه کینوتاور در سال 2000 گشته است زندگی رو دوست می داشت برای وطن به خاطر زن و فرزند همه خیلی انسانی بودن که هم رفیق بهترین بودن پدری بهترین بودن این نمیدونم همچین اویلشون هم یا شاید بیگونه هم خیلی میگفتن همچون بابای بهترین بودن همچون شوهری بهترین بودن برای اینکه اگر یکون جو میرفتن مثال به سفری خدمتی میرفتن اگر زادروزی فرزندو میبودن حتما باید اون کس یا بیاین کوری ضرور هم میدوشتن یا اینکه زنگ زده تبریک کنن همین قدر یک بای بودن یا میگفتن که من میرم اونجا میشینم اکن یکون دوبا میشینم یکون چیزایی بمزه خورده میشینم میگفتن خوشی یادم میگفتن او خدا بچه من خورده ایستدیم بچه من میخورده باشد این چه خورده ایستدگی باشد همین فقط خوشی یادشون همین فرزندو بودن و نبیرو بودن و اویلا بودن ده. بسیار چیزا خاطرمان بود بسیار چیزا رو آموختیم شخصا من از جهت کارگردانی برای که در سنف هشتم میخواندم در مکتب گیمنازی اون وقتا گیمنازی نظامی گنجوی و اون تقریبا یک ده متر گیم اینجا تئاتر اکادمی دراماوی به نام لاهوتی بود و اینجا مکتب نه بود برای میزن گنجایی بعد پدرم برای میگفتن که اون وقت اونجا چیز میرفت مشقی خط رو من نوشته بودم از نویسنده فضل انصاری خط رو من نوشته بودم که پدرم قوای خود رو با از جهت کارگردانی سنجیدنی بودن و اینم به اینم مشرف شدن روسی و من میرفتم میومدم از همون جو گیم مسیف هشتمی گیم ملکه در دین من موند همین چیز که مهر پیدا شد و میخواستم دوام دهنده کاری پدر باشم من تنهایم من تنهایم آقا و باز البته برای کسب وقتی زیادی عمر را در صحنه های تئاتر و صحنه کینو صرف کرده چرا که دقیق پیخص کرده بود که او را رسالت در این دنیا محض نقش آفری است و خدمت به خلق و رشد فرهنگ در سیاره زمین بوده است سال 2002 کلی تاجیکستان برای تجلیل 2500 سالگی شهر استرافشان آمادگی می دیدند انا در یکی از تمرین ها اتو محمد جانوف از توری اس می افتند زمانی که ما از خوجند طرف دوشنبه می آمدیم بعد نهار برداری فیلم یک لحظه بود که سرعت ماشین تقریبا 140 همین خیلی تیز می رفت ماشین من بودم و ناظم میلیک اتاکا پیشتگی بود در کنار راننده من و ناظم عقب شدیم و بعد گفتیم که این 20 سال پیش بود ما کودک بودیم و سرعت ماشین بسیار هم تیز بود و ما اشاره کردیم که اتاکا نمی گفته باشه که سرعت تیز شد اما ما جرأت نکردیم که پیش از اتاکا بگیم شافیره که آهسته تر ران جورا جان همینا نگفتیم اتاکا آرام و بعد سرعت آهسته آهسته پایان شد و ما آرام شدیم بعد پیچر پیچر صحبت کردیم و من یادم هست تقریبا من و ناظم می گفتیم که اگر می پریدیم هم از یکانجا مثلا صدمه هم می شد یکی هر دومانه افتخار فرا گرفت میفهمید چی میگم؟ یعنی هر دومان پر از افتخار شدیم که اگر در یک جا نویسنم میگن در کناری عطا محمد جانوف دو تا بچه هکی دیگه هم فافتیدن
و اینها فلانی ها بودن. مثلا ما گفتیم که حتی همین افتخار میشد برای ما. خون به معنی سر میزنند، هرچند که هم کسبون با اصرار طلب میکنند که او رو به بیمارخانه برند، روزی نمیشود، بلکه خود و دوستان رو تسکین میدهد، میگذرد، لیکن نه زخم بلکه خودی او میگذرد، از دنیا میگذرد. در این دورتان کجا میبرد؟ آنجا اتاق دمگری هست استاد. اجازت هست؟ شما نماز میخواید استاد؟ نه پیشانم رو میکنم. در نمایشنامه تلویزیونی غروب گویا کارگردان پیش بینی کرده باشد این اکتیور شهیر مراسم دفن خیش را دیده بوده است. بیا بچم، من به مهمان بندیم. نمیدونستم که غروب فیلمی تلویزیونی هنری غروبی عطو میشود. عطو اکا، من یکم وقت دریاد ندارم که فیلم با چنون همین فیلم غروب نقص قبول کرده باشد. اینو من انتخاب نکردم. همین وقتی که شودی سوالی میبرد همون متن سیناریو میبرد، سیناریو فیلم ها میگد اتاکه خونید، وقتی که اون میخوند میگد که آه این تقدیر من، این من هستم. تصادف عطا محمد جانوف رو به صنعت تئاتر آورد و به یکی از چهره های مجلات تبدیل داد و صداقت او به کسب خود خوب ارجام آورد. به طور دیگر گوییم برای صحنه زاده شد و در صحنه دنیا را پدرود گفت، اما مکتب او تا هنوز پابرجاست.